سلام، خوش اومدید. بهترین کانال فارسی برات. اومدیم با آهنگ پدرخوانده من از پیشرو و دایکو، یه آهنگ صمیمی و قدیمی دیگه. بچا این آهنگ خب حواشی زیاد داره، چون طبق بورس‌های داریا، خب که ما 3-4 ویدیو داشتیم و ساختیم اینجا میتونیم بریم ببینیم، خب و داستان بسیار عجیب غریب و باحالی بودش میدیم. بله، یعنی ما خودمون میپاچیم این داستان رو بشنیم. خب خلاصه اونجا این پرده برداری شد که این آهنگو که پیشو و دیاکو خونه حاجی اسم دیاکو خود دیاکو بود، نام چه شد دیاکو. حالا این آهنگو که اینا خوندن، خب طبق حرفای داریا متنشو خودشون ننوشتن، خب و در واقع هیچی از گفته آقا بیا این آهنگو واسه من بخونیم، بیا بگی من پدرخوانده شما و اینم من مثلا مرد دادم. او حالا این قضیه خیلی 90% احتمالش هست که حقیقت داشته باشه، خب چون که با توجه به حرفای 90% میشه گفت 70% بیشتر. حاجی من این نگفته بود مثلا ورس دیسه به مثلا آره چیدم اینا کنیده گفته بودش بود، ولی همه را که نمیشه گفتش. یه من احساس میکنم این حقیقت داره، خب من احساس میکنم. حالا باز نمیدونم نظر شما چیه. خب آخه من دلم اینه که چون مثلا رابطه‌ای که مثلا پیشرو هیچ کس با هم داشتن، میشه گفتش که مثلا همچین رفته همچین حرکتی زده باشه، خود پیش اومده باشه نوشته باشه. ممکنه ولی خب بازم فرقه بچه ببینیم نوامدی گوش بگیم فرقه بشه یاد نگه صدقه ایتالی پرنرس کنم بزن کنم همین الان بندازیم و اگه خواستیم ما روی اینستاگرام داشته باشیم آیدیش میتونیم بالا ببینید، تلگرام دو دیسکریپشن هست به چند دومان حتما سر بزنید، چون ویدیو فوق خفنی اونجا ریخته. یا لیکی کانو دو دیسکریپشن قرار دارید سابسکرایب اونجا بتایم واسه تاریخ انتفاعی اونجا قرار داره بسیار پادکست های بی نظیر و بیدین حواشی تو رو جالبی اونجا هستش، بذاره واسه فان دیگه هم که اونا هم میدین درس زندگی توشه. خب برحال اونجا حتما یاد نگه سابسکرایب کنیم و اینکه بارتو تفوریور بعد 5 سال اولین شب بیشه اینجا ما تو سر زد نیستی. خب واسم یه رفع خوشحالت کنم یه بعد 5 سال اولین شب بگیدم من اینجا ما تو نیستی فکر کنم، خب این واسم گرفتم که خوشحالت بکنه، یه همچین چیزی درسته. خیلی که بعد بود متوجه نشدم ولی دیدی آهنگ اون ملودی پدرخوانده پدری میشد گاد فادر فیلم بود. باز من مثل یه پدری میفهمی، شاید نبودن با تو باشه بیعقلی، تو حتی با مشکلات منم میجنگی، پس آروم میشم که با منی بی تردید. داغون بودم بدنم میلرزید، منو نجات دادی خیلی واسم میارزی. روز اول یادت با رضا بودی، اون موقع فکر میکردم که به ما دوری. حاجی شد خب من میدین همیشه ازم سخت بود مثلا چه جوری آقا چی داری میگی؟ همه آهنگ کرده همین پخش شده. نه من دفعه میگم مثلا چه جوری مثلا رضا پیشو تفاوت سنی زیادی نداره با هیچ کسی. خب مثلا حالا فوقش مثلا چه بگیم 4-5 سال. خب بعد مثلا به نفر 4-5 سال خود بزرگی بگی پدرخوانده یه جوریه میدونی؟ حداقل 10 سال فاصله سنی باشه حداقل. من احساس میکنم حسه میفهمم، خب 1000 بارم تو چیزاش گفته ولی واسه من میگم عجیبه، من کاری ندارم ورنه که درسته. اول یادت با رضا بودی، اون موقع فکر میکردم که به ما دوری، نمیتونم به تو نزدیک بشم هیچ وقت، واسه من مثل پدری واسه همه هیچ کس. تو این مدت تو چیزایی رو یادم دادی که من عوض شدم، میخوام کنارم باشی، هر بیعت کنی پسر گمراه تو، هر جا بری من میام دنبال تو. توی مردی و من درد میکنم پدر، هیچ وقت از کنار تو من نمیتونم برم. حاجی من واسه هم خیلی سخته اینو قبول کنم که اینو هیچ کس نشوشه به بده یه بخونی. خدا واقعا بس خودت همچین در وسط خودت همچین چیزی نوشته باشه؟ نه من نمیتونم اینو قبول کنم، من فکر نمی کنم. من الان احساس دارم که اون 90% هم شد 50%. آره آقا کی میدونه همچی بگه آقا بیا اینو بخون در واسه من. این خیلی چیز شخصیه مثلا. آره باید تو احساس خودتو بگی میشه نگم. حالا باز من الان یه مقدار شکم به اون حرفا، واسه من مثل یه پدری واسه همه هیچ کس. آره و گفت یادت اون موقع که روز اول دیدم که با رضا بودی، فکر کردم مثلا با اونی و اما دوری فلانی، من نمیتونم بهت نزدیک بشم. یه چیزی هم گفت جالب بود، گفت مثلا گفت تو حتی مشات واسه مشات منم جنگیدی همچین چیزی. خیلی من یادت میاد. من درد میکنم پدر، هیچ وقت از کنار تو من نمیتونم برم. یادم میگفتی همه چی میشه عوض، وقتی زیر گوشم میزنی میمیره مرض. تو یاد میدی با همه چی میشه جنگی، با تو به فردا میشه رسید و خندید. یادم میگفتی همه چی میشه عوض، وقتی زیر گوشم میزنی میمیره مرض. تو یاد میدی با همه چی میشه جنگی، با تو به فردا میشه رسید و خندید.
دقت داری؟ یه وقتی زیر گوشم زدی مریض میپره، مریضی میپره، مریضی همه چیزم میره یه زیر گوشش. بچی من نمیدونم واقعا چی بگم، الان خیلی هم تعجب میکنم، فقط میگم خیلی متعجب شدم اینجا. آدی با همه چی میشه جنگی، با تو به فردا میشه رسید و خندی. پدر خوانده من، من پدری نداشتم، تو موندی واسم ولی پدر من گذاشت رفت. تو به من میدی یاد چطوری بزنم حرف، چطوری ببرم از یاد حرف، با تو فریاد میزنی سر من. هم غمه از تو من بدی بی دلیل ندیدم، اگه از من اشتباهی سر زده شم به فکر فردا بودم تو درد و عشقم، که یه وقت تو بذاری بری همه چی خراب شه، تو نداشتی برم. دقت کردی چه قشنگ مثلا داره میگه که من خب اون بابا اصلی که منو ول کرد، ولی تو منو ول نکردی بودی و این حرفا، ولی باز چیزی گفت. خب مثلا تیچر میدونی خیلی احساس میکنم حالا اگر واقعی باشه این صحبت ها، خب یعنی یه رابطه پدرانه ای بوده مثلا ازش مثلا یه جوری آخه یه جوریه دارم مثلا پیسی خب. مثلا یه جوری حالت پدرانه بوده واسه هیچی از برادرانه بوده، اون مثل داداشم، اون مثل داداشم بود مثلا. خود آهنگ این ملودی انقدر سوز داره، آره ملودی گادفادر درسته داره. بعد داره میگه که اصلا من وقتی مثلا با من بد میکرد این حرفا بی‌دلیل نبود، این حرفا من مثلا اون مثلا خیلی مهم نبود، مهم که مهم این بود که ولم نکنی بعدن و اوضاع خراب بشه اون حرفا. ادا عشقم که یه وقت تو بذاری بری همه چی خراب شه، تو نداشتی برم بیرون از بازی رب، درست وقتی که شده بودم عراضی به مرد، گفتی بذار همه چی درست میشه سب کن، سب کردم و نتیجه شو دیدم در کن. امشب حال من خرابه واسه این که تو نیستی تنها، مگه میشه پنج سال یادم بره که چه کارایی تو کردی برام. یادم میگفتی همه چی داشته باش. خب یه الان بعد این پنج سال نفر اول اولی که تو رفتی، آیا این کی اومده بوده؟ خب کی اومده بوده که اصلا هیچی هست نبوده پیششون؟ خب که مثلا اون زمانی سیش هست افتاده مالزی و این حرفا من به ذهنم رسید، ولی فکر کنم نه اون زمان نبوده، این قبل اون زمان، یعنی من اگه اون حرفای داریا رو نشنیده بودم گفتم این مال اون زمانه که هیچی هست رفته بود، ولی الان با توجه به حرفای داریا باید پیشش می بوده باشه. حالا مورخین عزیز که حالا اون موقع تجربه داشتیم و دنبال کردیم چی بوده داستانش؟ لطف کنید کامنت نظر خودتون بنویسید. چه کارایی تو کردی برام؟ یادم میگفتی همه چی میشه عوض، وقتی زیر گوشم میزنی میمیره مرض، تو یاد میدی با همه چی میشه جنگی، با تو به فردا میشه رسید و خندی. یادم میگفتی همه چی میشه عوض، وقتی زیر گوشم میزنی میمیره مرض، تو یاد میدی با همه چی میشه جنگی، با تو به فردا میشه رسید و خندی. حالا باز واسه پیشرو، خب من میتونم یه ستایی حدی مثلا متوجه بشم مثلا چیه، چون مثلا پیشرو میگه مشکلاتی که داشته با بواد و این ساعت دست پنجه نمیکرده خب و خیلی حالا حس بدی داشته و نمیخواست مثلا ادامه بده این حرفا، باز حالا پیشرو خب آره کمکش کرده که با اون قضیه فایت بکنه و بیاد بیرون و میدید چوش میگم اون حالا تک بکنه یا هر چیزی. خب باز میگیرم یه ذره، حالا در حق دیاکو چیکار کرده رو نمیدونم، میدید چون میگم اوکی. باز به هر حال آهنگ جالب بود، تجدید خاطرات شما بود، یه چیز عجیب غریب واسه ما که بشنویم که اون زمان رابطه ها چجوری بوده. آره نظر شما چی بچه تو کانتاسا باید نویسین حس عمیق بینشون رو خیلی توی آهنگ اصلا داره بروز میده، نظر اینکه بینشون چقدر به آره آره ولی مثلا پیش شفه تر این میاد توی اون مثل داداشم بود که اون خیلی خفنه خدایش. خب یکی اون مثل داداشم بود خیلی قشن بود او از هیچی هست. خب یکی من اگه تو نباشی بسه من بقی بچه بودم اینو شنیدم، خب من فکر کردم اینو مثلا آهنگ عاشقانه هیچی مثلا یه دونه هیچی از آهنگ عاشقانه هم داره، من فکر میگم واقعا فکر میگم این بوده، ولی مثلا تو زدم سوال بکنم باشی چی داره میگه، میگه من اگه تو نباشی چجوری به جنگم مثلا با اینو فرام. خیلی من سوز داشت مثلا عجیب بود، ولی خب حالا که واسه رفتارش خونده بوده هیچ کس هم یه آهنگ داره به نام پدرخوانده، اگه میخوای اونم زودتر بریمش حتما تو کامنت ها بنویسید یا ایموجی لایکش هست این چیزی بذارید که بچا اگه این ویدیو سوشیال نگه صدقه تری بورن لایک سر بورن واسه گروه بندازید، همه رو بندازید و اگه میخوای ما رو اینستاگرام دنبال کنید آیدیش میتونید بالا ببینید، تلگرام تو دیسکریپشن و چندمون حتما از سر زدیم و پادکست جدید از دست ندید بهتون یا و یه پادکست خفنه میدونی پایه‌های رپ فارسی لرزان هم خب تو رایت اونم به زودی میاد، پس یادتون نکنه اونجا سابسکرایب کنید بچه‌ها. اگه میرسید چه نگ بازون شک کنید تا ویدیو بعدی فعلا.